همزمان با تشدید بحران بشری در افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وضعیت بد اقتصادی زنان و کودکان در جریان بحران انسانی موجود در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بخش آسیایی کمیشنری عالی سازمان ملل میگوید که زنان و کودکان در این کشور بار سنگین این بحران را به دوش میکشند. از سوی هم امارت اسلامی از تلاش ها برای رسیدگی به معضل اقتصادی و حل چالش ها برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در کشور خبر می دهد. سهیلا یوسفی. یلدا بانویی که از بام تا شام با چهار کودک قد و نیم قدش به دلیل روزگار تلخ و شرایط بد اقتصادی در گوشه از پایتخت بودفالشی می کند. او می گوید که نزدیک به 2 سال می شود که همسرش را در جنگ از دست داده و اکنون تنها نان‌آور خانواده‌اش است. ما مرا واری به سرنوشت است، باید بر از اونها کار داده شود که اقلا بتاند کمی یک وقت غذای اولاد خود تیار کرده بتاند. از مردم پولدار خود، از تجاره خود خواهش میکنم کو آرام در خانهشان شیش شورای مدخط اول جان شیرین خود دست دار، باید دست ما را بگیرن. وی که اکنون در یک خانه کرایی به سر میبرد از نبود کار شکایت دارد و میگوید که با چالش های جدی اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. یلدا اما با ناامیدی تمام میگوید که حتی در پایان روز نمیتواند لقمنان برای فرزندانش آماده کند. مشکل از خانه ما کرایی است، طفلای ما خورد ریزه است، مجبور استم چی کنم؟ تاش از 9 و 10 بجه میایم تا 6 بجه شام، 6 بجه پس خانه میره. حتی باور که بعض وقتا نانم همراهیم نوی باشه که ببرم. بسیار برام مشکل است، بسیار سخت است. ندارم نانوار خانه دیگه، ندارم بدون از خودم دیگه کسی نیست. از مجبوری چی کنم دیگه، کار بار نیست. از صبح تا شام نمی آیم و می تو میشینیم، کار ما نیست، کار ما نمیشه، پس خانه میریم. از خاطر نان اشتکا می آیم و مورم پیدا نمی کنیم، پس خانه میریم. ای تو مشکل است، غریبی غریبی مشکل است انسان. اول که بود لیف سودا میکردیم، کار میکردیم، ولی امو لیف هم نمیگیره، کس نمیخره، کار هم نیست. با این همه کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از وضعیت بد اقتصادی زنان و کودکان در جریان بحران انسانی موجود در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در رشته توییت گفته که کودکان به علاوه زنان در افغانستان بار سنگین بحران انسانی را به دوش می کشند. راستا بگم این پس خانه می ری اگر پا پیدا نمی کنی. باید این نمی دولت اگر یک چیزی کنه که ما قرار خانه بشینیم، درس بخونیم. تنیست که ما در لبای سرک بگار کنیم. اینجا ما از مجبوری آمدیم، پدرم شاید چه در خواهر کاهیم، بیادرم مریض هستا، بیش پیسه دوایش نداشتیم، گور دکتر میپردیم، جورش میشه، جور میشد، هر چقدر که دکتر میبریم، جور میشه، نه پیسه داریم، نه آر داریم، نه روغن داریم، هیچ چیز نداریم که بخوریم. مکتب میرم، کتابچه و قلم کار میگنم، گای به خونه نان میبرم، گای قلم میخرم، گای کتابچه. اینجا کار نیست، تا که وقت بده که دولت اشرفغانی که بده کار بده، حالا بخی که دیگر ایچی آمده گم شده، کاربار نیست، هیچ وقت بده که 1.500-2.300 شکر بده که حالا هیچ کاربار نیست، گم شده. در همین حال سازمان ملل متحد تاکید می کند که باید زنان و دختران در افغانستان با کمک های نجات دهنده دسترسی داشته باشند. امارت اسلامی هم از تلاش ها برای رسیدگی به معضل اقتصادی سخن می زند و تاکید دارد که در جستجوی فراهم کردن زمینه اشتغال زایی به مردم هستند. امارت اسلامی در پی رسیدگی به معضل اقتصادی هست. برای اینکه روزگار مردم ما خوب شود، تمام توان خود را به خرج می دهد و در عرصه‌های مختلف با جدیت کار می کند. بعضی پروژه های بزرگ آغاز شده و پروژه های دیگری هم به زودی آغاز می شود. انشاءالله در آینده نزدیک سرکل اقتصادی کشور ما خوبتر می چرخد و زمینه های بیشتری اشتغال زایی برای همه در دوائر دولتی و به خصوص در سکتور خصوصی فراهم می شود. با این حال آگاهانم به این باورند تا زمان که حکومت سرپرست شرط های جامعه جهانی را برآورده نکند، وضعیت حقوق بشری به ویژه وضعیت زنان و کودکان بهبود نخواهد یافت. برازی که وضع حقوق بشری در افغانستان بهتر شود، حکومت باید است که یک حکومت عادی باشد که
شناخته شده باشد توسط جامعه جهانی. و برازی لازم است که مکاتب دختران دوباره باز شود و به زنان حقوق کار بیشتر داده شود. در 20 سال گذشته که حضور گسترده جامعه جهانی و نهادهای مختلف سازمان ملل در کشور ما بود، وضعیت زنان و کودکان افغانستان مشابه وضعیت کنونی بود و وضعیت بهتر نداشتند. فقط تفاوت در بحث حضور هزینه بود که کمکاری ها را در او زمان کتمان میکردند. فعلا هم وضعیت زنان و کودکان افغانستان وخیم است. ما در حالت بحران بشری قرار داریم. این در حال است که از 8 ماه به این سو مردم افغانستان بیشتر از گذشته در فقر فرو رفتند و بر بنیاد آمارهای جهانی میلیون ها تن در افغانستان نیاز فوری به کمک های اولیه دارند.